مسئولان ریاست تنظیف شهر کابل میگویند که بارانهای پی هم در چند روز گذشته باعث جاری شدن آب در دریای کابل شده است. نثار احمد حبیبی غوری رئیس این ریاست به رادیو آزادی گفت که کارمندان ریاست تنظیف مناطقی را که آسیب پذیر بودند در آن مناطق دیوارهای استنادی ایجاد کرده تا مردم از خطر در امان باشند. دریای کابل یک نمادی از فرهنگ قدیمی کابل و یکی از اگر بگویم آثار تاریخی کابل هست، این شکی نیست. خشکسالی های اخیر این دریا را فاقد آب ساخته بود و شارولی کابل در مناطقی که آسیب پذیر بود دیوارهای استنادی دریا را اعمار کرده که انشاءالله تشویشی از سرازیر شدن دریای کابل نداریم. خب بارانهای موسمی همیشه در کابل هست، در افغانستان هست. دریای کابل هم آبش که جریان پیدا کرد ناشی از همین چند روز بارندگی شدیدی که در افغانستان بود و از ابتدا تا انتهای دریا پر از آب بود. آقای حبیبی افزود که جاری شدن آب در دریای کابل باعث انکشاف زراعت در کشور خواهد شد، اما مردم میگویند که بارانهای شدید چند روز گذشته باعث گردید تا آنان منازلشان را ترک کنند و به جای دیگر به طور موقت مسکن گزین شوند. چند تن از باشندگان شهر کابل در این مورد نظرشان را با رادیو آزادی چنین ابراز داشتند. امدغه کار دج دوسی کای نور نکوم کاریو پیره د ټول کله وړو کورنه ټول یو پیره وړو ابل کریم دلته من کار کاو خلک زخ زیات راغلی و د کلی خلک ماشومان بوجه یو اخز یو نه ټول بیره منډي وي مسکینان او دوی نه هوچ نه جوړیږي د حکومت شروالۍ کار ده لس نفره کار نه کوي. از حکومت چه خواست دارید؟ حکومت دج د دیوال صحیح زر تیر شي. امیاله در آلوخیل که است، در بطخاک که است، قابل بای که است، زیاد خانه را ما شاهد استیم و اونجا خانه ماست. مکمل خانه را شو تقریبا یک بجه بود که مکمل بر آمدن خانه را چند نفر را برده مکمل خانه را شواشخ کشکشی شده کلشون رفته. این در حال است که دریای کابل در چند سال گذشته فقد آب بوده، اما بارانهای اخیر در شهر کابل یک بار دیگر باعث جاری شدن آب در این دریا شده است. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.